اگه دنبال کننده محتوای خارجی ها تو شبکه اجتماعی باشید مثل اینستاگرام و توییتر، حتما این ویدیوی میم رو دیدید. ویدیو پایین بچه‌ها یه ویدیو واقعی از لیلیا چی، رپر امریکایی معروفه که ورود به صحنه‌اش خیلی باحال در اومده. این ویدیو میمه، اما ویدیو بالا تماما توسط هوش مصنوعی ساخته شده که جای لیلیا چی شخصیت جوکر رو ساخته که داره وارد صحنه میشه مثلا با همون انیمیتی. حتی منم با این ابزار کارهای مشابهی انجام دادم، فقط یکم سم در اومد. به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. این چه ابزاریه و چطور کار میکنه؟ با من همراه باشید. حدود 2 هفته پیش ابزاری تو دنیای هوش مصنوعی معرفی شد به اسم ویگل. یه ابزار رایگان که میتونه انیمیت رو به راحت ترین شکل ممکن برای شما انجام بده. مثلا شما یه کارکتر میتونی انتخاب بکنی، یه عکس و یه فیلم رفرنس در اختیارش قرار بدی که دقیقا بتونه همون کارکتر رو مثل فیلم انیمیت کنه تو ظرف کمتر از چند دقیقه. خیلی بی نظیره. حتی اگه ویدیوی رفرنس هم نداشته باشید بچه ها، فقط با یه پرامپت یا دستور میتونید کارکتر رو به حرکت در بیارید. مثلا توی این مثال گفتیم که کارکتر برقصه، رقص باله انجام بده. در ابتدا ویدیویی که دیدید در واقع با همین ابزار ساخته شده، با ابزارهای این چنینی، و این قسمت در خصوص ابزار ویگل میخوام صحبت کنم و نحوه کار باهاش رو بهتون یاد بدم. خب بدون هیچ مقدمه اضافی از گوگل کارمون رو شروع میکنیم. مینویسم ویگل، vigil.ai اسم وبسایتش، آدرس وبسایتشه. وارد وبسایتش میشیم. یه همچین فضایی داره وبسایتش، روی جوین د بتا کلیک کنید. از نسخه بتا، نسخه آزمایشیش میخوایم استفاده کنیم که رایگان هم هستش. من بچه حدود 1 هفته پیش میخواستم این سرویس رو معرفی کنم. سرویس به تازگی معرفی شده، اما متاسفانه هیچ وقت نتونستم توش عضو بشم، چون که ممبرها در حال حاضر چیز در حدود 500,000 نفره و سرور دیگه فوله. هر وقت شما میخوایی جوین بشی، ملحق بشی، میگه سرور فوله. من تقریبا میتونم بگم هر روز تلاش کردم، اما هیچ کسی سرور دیگه خارج نمیشه. خیلی کم پیش میاد که خارج بشن و ما بخوایم اضافه بشیم. امروز بر حسب اتفاق یا تو وبسایتشون دیدم که سرور 2 رو ران کردن. حالا تا پر نشده این، گفتم که سریع ویدیو بسازم. در حال حاضر 24,000 تا ممبر داره و همین الان هم 2,600 نفر آنلاینن. خیلی مورد استقبال قرار گرفته این ابزار، قدرت خیلی زیادی داره. مثل دقیقا میجرنیه، فرقی با میجرنی نداره. تو سرورهای دیسکورد کار رو انجام میدیم. از یکی از رومها، حالا انیمیشن 1 تا انیمیشن 5 فعلا که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، اینجا سرورهای مختلف، در واقع اتاقهای مختلف ساخته شده. من از انیمیت 5 استفاده میکنم مثلا، فرقی نداره. تو هر جایی که خواستید، همه جا شلوغه، پر از کار برای دیگران که دارم پرامپت مینویسم. حالا اینجا مثلا پرامپت ها مینویسم. پرامپت اینجا بچه‌ها با /animate شروع میشه. بیاید یه تستی بگیریم. مینویسم /animate، همین دستوری که اول میاد، دستوری هستش که انتخابش میکنم. در ابتدا میگه که یک تصویر رفرنس بهم بده، یک تصویر مرجع بهم بده. من یه تصویر از خودم از یکی از ویدیوها رو برداشتمش، این رو کراپ میکنم. خب اینو میخوام در اختیار هوش مصنوعی قرار بدم به عنوان تصویر مرجع، تصویری که باید ویدیو رو تبدیل کنه به این. اوکی، تصویر رو بهش میدم. این از این، اسمش رو گذاشتم مدل مثلا، اسم فایل رو. حالا بهم میگه که پرامپت یا دستورت رو بنویس. ویدیویی که اول دیدید که در واقع رقص لیلیا چی بود، رقص اون رپره که وارد صحنه میخواست بشه، اون یه پرامپت مشخصی داره، پرامپت خیلی معروفی داره و ابزارهای مختلف اصلا میشناسن اون سکانس رو. میگم یه میم خیلی معروفه. از این پرامپتی که نوشتم، لیل یا چی استیج، حالا اینترنس میتونید استفاده کنید، اصلا همین واسهتون داخل دیسکریپشن ویدیو میذارم. این میشه پرامپتش. میخوایم بگیم که یه همچین اتفاقی بیفته، این عکس بره تو اون فضا. حالا میگه بک‌گراند چی باشه. بک‌گراند رو سر فرام تمپلیت تنظیم بکنید، تمپلیت اصلی رو حفظ بکنه، و قسمت فانکشن رو هم آن کنید، یعنی دقت رو بالاتر میبره. در نهایت هم اینتر. به همین راحتی بچه ظرف شاید کمتر از 30 ثانیه دستور ما رو عملی کنه و من رو ببره تو اون استیج، استیجی که لیلیا چی حالا ویدیو اصلیش رو بهتون نشون دادم دیگه. خب بیاید پرامپتمون رو پیدا کنیم ببینیم کجا هستیم. اینجا مقدر شلوغه،
اصلا درد سریه. نسخه بتاش و نسخه آزمایشیشه، برای همین هستش که رایگانه و محدودیتی هم نذاشته اینطور که من دیدم، حالا ممکنه در آینده محدودیت بسه. خب این پرامپت من رامونتاله دستورم رو نوشتم، منتظر میمونیم تا خوش میگه 2 تا 5 دقیقه، اما خیلی زودتر از این حرف حالا تحویل امیده تو این نوع از ویدیوها که بخوایم پرامپت بنویسیم و این خودش حالا ویدیو رو داشته باشه، فقط تصویر من اضافه کنم. خب این از خروجی کار، بیاید ببینیم چیز خیلی خوبی نهاد در بیاد، چون من تمام بدنم رو فول بادی در اختیارش قرار ندادم، عکسای نصف نیمه از من داره، فقط گردن به بالا داره، اصلا لباس رو نمیدونه با چی کار کنه، واسه همین حالا این شکلی شد. توی ترای دیگه اگه مثلا تو گوگل بنویسم اسپایدرمن و یه تصویر سر تا پا، یعنی فول بادی، ببینید مثلا چه میدونم اینجا یه تصویر سر تا پا از مثلا همین اسپایدرمن بخوام پیدا کنم و در اختیار هوش مصنوعی قرار بدم، نتیجه متفاوته. ببینید شرط کار باز بهتره، چون دقیقا میدونه که شلوار طرف چیه، پیراهن طرف چیه، بالاخره با دیتا بهش بدید دیگه. یه نمونه دیگه است یه اسپایدرمن اومده رو صحنه، جالبه. خب در ادامه بچه ها بیاید یک کار باحالتر انجام بدیم. من از دستور اسلش میکس استفاده میکنم، یکی از قابلیت‌های دیگه این هوش مصنوعی. وقتی اجراش میکنید میگه یه عکس بهم بده به اضافه یه ویدیو. اول یه عکس از خودم رو در اختیارش قرار میدم، یه عکس دیگه، حالا یه عکسی که مثلا چه میدونم یه تیشرت سفید پوشیده باشم گشتم و یه همچین تصویرم واسه یک از تامنیلام، یک از تامنیلای ویدیو هست، اینو بهش میدم. به اضافه میگه یه ویدیو هم بهم بده، یه ویدیو از فیلم اود یک روز، اون سکانس معروفی که مال نوید معتزده بازی میکنه، اون رو بهش میدم. بعد میگه بک‌گراند چی باشه، بک‌گراند رو این بار روی گرین انتخاب میکنم، یعنی بک‌گراند سبز بهم بده. به اضافه فانکشن هم آن که دقت و وضوح بالایی داشته باشه. این دیگه اصلا طول میکشه، مثلا قبلی نیستش، چون باید بره ویدیو رو برداره، بالاخره تصویر رو جایگزین کنه، واقعا شاید تا 10 دقیقه هم طول بکشه در حال حاضر. توی این مدت وارد هوش مصنوعی رامبی میشم، یه ابزار دیگه خیلی باش کار کردیم با ابزار جن 2، ما خیلی ویدیو داریم اینجا. ساین این میکنم توی این ابزار. اینجا بچه ها تو قسمت حالا استاش، تو قسمت تولزاش، ببخشید ابزاراش، یه ابزاری هستش به اسم باش کار کردم این پینتینگ، اوکی؟ این رو انتخاب میکنیم. حالا ویدیوی رفرنس رو، ویدیوی نوید محمدزاده رو، فیلم اود یک روز رو، اینو بهش میدم، اجازه بدید تا آپلود بشه. خب آپلود شد، خیلی کوتاهه، روش دابل کلیک میکنم تا وارد قسمت تایملاین بشیم. این قسمت حالا مثلا اواسط ویدیو رو، کل ویدیو 7 ثانیه بیشتر نیستش، مثلا این قسمت رو اوکی انتخاب میکنم، از این قسمت این مقدار سایز براش رو بیشتر میکنم، سایز قلمم رو، و بعد قسمت هایی که نمیخوام رو بهش میگم آقا اینا رو حذف کن. مثلا این نوید محمدزاده رو دارم انتخاب میکنم، بازیگر دارم انتخاب میکنم و این قسمت ها رو نمیخوام. وقتی براش میکنم ببینید انگار دیگه نیستش تو این فضا، حالا یه قسمتی از سرش مونده، این از این و اینم دستش. پس الان دیگه بازیگر حذف شد، بازیگر اصلی. اجازه بدید کارش انجام بده، پروسس کنه. خب تموم شد. قسمت های دیگه فیلم هم نگاه میکنم، مثلا اول سکانس آخرش جایی نباشه که حالا اشتباه کرده باشه هوش مصنوعی. اوکی همینجاشو چک کنید، میگم هم آخرش هم اولش. بعد برای خروجی گرفتن این بالا ما گزینه اکسپورت رو داریم، 720 بهتون خروجی میده، رو گزینه اکسپورت ویدیو کلیک کنید تا خروجی اچ دی بهمون بده. یه خورده منتظر بمونید، این میره تو قسمت asset شما، باید منتظر بمونید تا حالا کارش انجام بشه دیگه. خب بعد اینکه کارش انجام شد، از قسمت all asset به راحتی به ویدیو میتونید دسترسی پیدا کنید. این ویدیو هستش که ساخته، رو گزینه دانلود کلیک میکنم و خروجی نهایی رو میگیرم. حالا بچه‌ها یه سکانس کوتاه از فیلم اود یک روز دارم بدون نوید محمدزاده و یه رامونتاله ای که پشتش پرده سبز و همون انیمیشن رو داره اجرا میکنه که این رو ابزار ویگل بهم داد. حالا با میکس این دوتا، کسایی که دیگه کار تدوین بلدن، آموزش هم بهتون دادم، تو کپ کات به راحتی میتونید پرده سبز رو حذف بکنید و این دوتا لایه رو روی هم دیگه قرار بدید دیگه، که نتیجه نهایی این میشه. سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستین آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. خب عزیزای دلم، برای این جلسه کفایت میکنه. قصدم بیشتر این بود که با این ابزار سریع آشناتون کنم که بتونید جوین سرور بشید تا پر نشده،
چه استفاده هایی از این ابزار میشه کرد تو زمینه VFX بچه ها، تو زمینه تولید محتوا، تو زمینه انیمیت کردن کاراکترهای مختلف که هستن، تو هر بحثی تو انیمیشن سازی، تو ساخت بازی، اینا کارهای پیچیده و وقتگیری هستن که شاید صدها ساعت صرف میشه برای اینکه ما بخوایم یه کاراکتر دیجیتال رو انیمیت بکنیم. اما امروز به واسطه هوش مصنوعی شرایط داره خیلی عوض میشه، این تازه مدل ابتداییشه و حتما پیشرفت های بیشتری ما در آینده میبینیم. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید و تا انتهای ویدیو ها رو میبینید. اگر از کانال یوتیوب هنوز کانال اشتراک ندارید، پیشنهاد میکنم سابش کنید، زنگوله رو فعال کنید، روی آل قرار بدید تا از همه آموزش ها مطلع بشید. دوستتون دارم، تا آموزش بعد.